بسم الله الرحمن الرحیم. سرخط مهمترین خبرهای امروز از افغانستان. والی طالبان برای کابل جهاد علیه مقاومت را اعلام کرد. در طول حرام نروادی هر مقابل شدی اقا واجب القتل دی. هشدار جدی دکتر پدرام به مردم پشتون. و در ادامه این گزارش، بازداشت یک خبرنگار پنجشیری توسط طالبان در شهر کابل. برای جزئیات بیشتر این گزارش را تا آخر بیننده باشید و برای تازه ترین خبرها کانال شهر نیوز را حتما دنبال کنید. وبسایت خبری 8 صبح گزارش داده است که والی طالبان در کابل میگوید مخالفان نظام طالبان واجب القتل می باشند. والی طالبان در کابل میگوید که مخالفت با نظام طالبان حرام است و مخالفان این گروه واجب القتلند. ویدیویی که از گفته های مولوی ندیم احمد ندیم والی طالبان در کابل در شبکات اجتماعی منتشر شدن نشان می دهد که او به مخالفان نظام طالبان از مرگ هشدار می دهند. او با اشاره به فعالیت های جبهه مقاومت ملی می افزاید که مقابله با این نیروها برای طالبان یک فریضه می باشد. به گونه دقیق مشخص نیست که والی طالبان در کابل این گفته ها را چه زمانی و در کجا مطرح کرده است، اما گروه طالبان از چند ماه به این سو به گونه گسترده علیه نیروهای مخالفش اقدام کرده است. گروه طالبان از بازداشت، شکنجه، تیرباران تا بریدن سر مخالفان خود دریغ نکردند. در همین حال آماج نیوز گزارش داده است که دکتر عبداللطیف پدرام میگوید در افغانستان طالبانی اسلام در خطر نیست، بلکه اقوام غیر پشتون در خطر است. لطیف پدرام رهبر حزب کنگره ملی افغانستان میگوید که در افغانستان زیر سلطه طالبان اسلام در خطر نیست، بلکه اقوام غیر پشتون در معرض خطر و تجاوز قرار دارند. او در توییتر خود نوشته است که در افغانستان زیر سلطه طالبان اقوام، هویت‌های اقوام، زبان و فرهنگ فارسی، آزادی‌های فردی، حقوق شهروندی، زمین‌های مردمان بومی و غیر پشتون در معرض خطر، تجاوز، سرکوب و اشغال قرار دارند. آقای پدرام باورمند است که افغانستان به بحران ملی دچار شده است و راه حل آن را هم نظام فدرالی می داند. او پیش از این در پیوند به برگزاری لوی جرگه از سوی طالبان گفته بود که برگزاری لوی جرگه مشکل را حل نمی کند، بلکه آن را بیشتر می سازد. او می افزاید که جهان مدرن، عقلانیت مدرن و ابزارهای مدرن نیازمند است. با باور آقای پدرام لوی جرگه سنت قبیله‌ای بوده و این سنت کماکان ابزار سیاسی در دست حاکمان زورمند بوده است. و در ادامه این گزارش، طالبان یک خبرنگار پنجشیری را در شهر کابل بازداشت کردند. بستگان فرهاد امیری به آماج نیوز گفتند که طالبان 3 روز پیش او را از محل کارش از کابل با خود بردند. آنها میگویند که از سرنوشت این خبرنگار خبری نیست و نمیدانند که به چه دلیل بازداشت شدند. این در حالی است که بستگان میوند وفا، خبرنگار و فعال مدنی به آماج نیوز گفتند که استخبارات طالبان 9 روز پیش او را بازداشت کردند و از سرنوشت او نیست تا حالا هیچ گونه اطلاعاتی در دسترس ندارند. باید افزود که بعد از اتصالات طالبان در افغانستان، طبق آمار نهادهای ناظر رسانه‌ای ده‌ها مورد از بازداشت و لتکوب خبرنگاران را در افغانستان ثبت کردند. هرچند مقام‌های طالبان بارها گفتند که به آزادی بیان احترام دارند و به آزادی رسانه‌ها حرمت می‌گذارند. بیننده‌های محترم کانال شهر نیوز، نظر شما در مورد این 3 خبر چیست؟ نظر خیش را در کامنت همین گزارش با هم به اشتراک بگذارید. تشکر از اینکه تا آخرین گزارش با ما همراه بودید. تا گزارش دیگر، خدا نگهدار.